بینندگان گرامی، در این بخش از برنامه‌های تلویزیون کمله توجهتون رو به بخش اول گزارشی از برگزاری پلنوم سوم کمیته مرکزی کمله منتخب کنگره 15 جلب می‌کنم. روز شنبه 22 تیر ماه 1392 برابر با 13 ژوئن 2013 سومین پلنوم کمیته مرکزی کمله با شرکت اعضای کمیته مرکزی منتخب کنگره 15 برگزار گردید. در این پلنوم اکثریت اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران هم به عنوان ناظر شرکت داشتند. نخستین ماده دستور جلسه پلنوم عبارت بود از استماع گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته رهبری کمله در فاصله بین دو پلنوم و بحث و اظهار نظر پیرامون آن. دومین دستور کار پلنوم عبارت بود از تقسیم وظایف بین اعضای کمیته مرکزی کمله. در ارتباط با گزارش کمیته رهبری به پلنوم، مهمترین مسائلی که مورد بحث قرار گرفتند عبارت بودند از بررسی اوضاع کنونی منطقه و نیز بحث و بررسی پیرامون اوضاع سیاسی ایران و کردستان به دنبال انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران. در مورد اوضاع منطقه، تکیه اساسی بر تحولات کشور مصر، روند رویدادها در کشورهای ترکیه، سوریه و عراق بود. تحولات تاریخی در کشور مصر. موج دوم انقلاب مصر دولت اخوان المسلمین را در حالی که بیش از یک سال از عمر آن نمی‌گذشت در هم نوردید. بیش از 20 میلیون نفر در سرتاسر مصر در یکی از بزرگترین مارش‌های سیاسی تاریخ معاصر به خیابان‌ها آمدند تا دیکتاتوری را که در برابر اراده مردم سرکشی کرده بود به زیر بکشند و بر این کار توفیق یافتند. ابعاد تأثیر رویدادهای اخیر در مصر از مرزهای این کشور فراتر می رود و تا همین اکنون جریانهای لیبرال اسلامی را در کل منطقه ضعیفتر و موقعیت آنان را ناپایدارتر کرده است. رویدادهای اخیر مصر نشان دادند مبارزات انقلابی که از 2 سال پیش خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر گرفته است، علی‌رغم تلاش نیروهای بورژوایی داخلی، ارتجاع منطقه و قدرت‌های بزرگ امپریالیستی که کوشیدند حرکت آن را متوقف کنند و یا حداقل مسیر آن را منحرف سازند، در متن فراز و نشیب‌های فراوان هنوز ادامه دارد. بورژوازی محلی، امپریالیسم و ارتجاع اگرچه در پاره کشورها نظیر سوریه و لیبی توانستند مسیر مبارزات مردم را منحرف کنند، اما در نقاط پراهمیت دیگری نظیر مصر، توده‌های مردم در برابر این تلاش‌ها مقاومت می‌کنند و اهداف انقلاب خود را پی می‌گیرند. نزدیک به 2 سال پیش در اوج مبارزات مردم بر علیه رژیم حسنی مبارک، ارتش مصر برای جلوگیری از تعمیق و گسترش انقلاب پشتیبانی خود را از دیکتاتور حاکم دریغ کرد و به سقوط وی رضایت داد تا اساس رژیم و ماشین امنیتی و سرکوب آن را حفظ کند و دست نخورده تحویل اخوان المسلمین بدهد. اما اخوان المسلمین همان گونه که انتظار می رفت به مانند یک رژیم ضد انقلابی تمام عیار عمل کردند. قانون اساسی ضد دموکراتیک را به جامعه مصر تحمیل نمودند، اتحادیه‌های کارگری را تحت فشار گذاشتند، قدرت رئیس جمهور را افزایش دادند، به زنان آزاده در خیابان‌ها حمله کردند تا وادارشان کنند در مقابل قوانین ضد انسانی اخوان المسلمین تسلیم شوند، دست به کشتار مسیحیان قبطی زدند و دیگر اقلیت‌های مذهبی را تحت فشار گذاشتند. مردم مصر نان و آزادی می‌خواستند و جریان اسلامی نه تنها نانی به سفره آنها نیاورد، بلکه اکثریت مردم را گرسنه‌تر و دورنمای بهبود اوضاع اقتصادی را تیره و تارتر کرد. آنها نه تنها به این کشور دیکتاتور زده آزادی نیاوردند، بلکه با حاکم کردن شریعت بر زندگی مردم می‌خواستند این کشور را صدها سال به عقب برگردانند. جریان اسلامی
با این حرکات با جوهر و محتوای انقلاب مردم مصر به دشمنی برخواسته بود و به همین دلیل بسیار زود مشروعیتی را که از انقلاب مردم گرفته بود با اعمال ضد انقلابی خود از دست داد. دولت مرسی به عنوان نماینده بخشی از بورژوازی مصر با ادامه سیاست‌های بازارآزاد، تصویب یک قانون کار ارتجاعی، قطع سوبسیدها، برقراری سیستم حقوقی اسلامی، مماشات با دولت اسرائیل، پشتیبانی از نیروهای ارتجاعی اسلامی در سوریه، مردم مصر را به شورش علیه خود کشاند. حکومت اسلامی تمام این اقدامات ضد مردمی را تحت این عنوان که حکومتش در پروسه دموکراتیک انتخاب شده انجام داد. اما مردم وقتی دریافتند که اخوان المسلمین انقلاب آنها را مصادره کرده اند و در جهت عکس خواستها و اهداف آن گام برمی دارند، اسیر نتایجی نشدند که از صندوقهای رای در آمده بود. مشروعیتی که از طریق انتخابات که در بهترین حالت در یک سیستم انتخاباتی مسئله دار رأی کمتر از 30% مردم را پشت سر خود داشت، با منطق انقلاب رد شد. دولت‌های امپریالیستی که امواج مبارزات مردم منافعشان را در منطقه خاورمیانه به خطر انداخته است، در هر مرحله برای تأمین منافع خود تلاش می‌کنند که سنگربندی جدیدی برپا کنند. در این میان دولت آمریکا که به طور ویژه‌ای بر ارتش مصر نفوذ دارد، از امکانات بیشتری برای کنترل کردن شور مبارزاتی مردم برخوردار بود. ارتش مصر در چند دهه اخیر به وسیله مستشاران آمریکایی تجدید سازمان یافته است و مستقیما از کمک‌های مستمر دولت آمریکا بهره مند است. این ارتش در لحظات حساس با مداخله خود تلاش می‌کند بحران‌ها را مهار کند و فریبکارانه وانمود سازد که گویا کار به ثمر رساندن مبارزات مردم را تسهیل کرده است. در جریان موج اول انقلاب با استفاده از موقعیتی که این ارتش در کشور مصر از آن برخوردار است، راه را برای به قدرت رسیدن جریان لیبرال اسلامی که دولت آمریکا تصور می کرد می تواند الگوی مناسبی برای جلوگیری از گسترش انقلاب و راهی برای برقراری ثبات مورد نیاز آنها در منطقه باشد، هموار کردند. در جریان موج دوم انقلاب، مشاهده میلیون ها مردمی که مصممانه برای به زیر کشیدن دولت محمد مرسی به خیابان ها آمده بودند، سران ارتش و مشاوران آمریکاییشان را به این نتیجه رساند قبل از اینکه موج خروشان مردم کل نظام حاکم را همراه با ثروت و قدرت سران ارتش در هم پیچد، با انجام یک کودتای سفید بر علیه مرسی مردم به خشم آمده را آرام سازند. اما اگر عمل ارتش مصر یک کودتا بود، این کودتا در عین اینکه مرسی را از قدرت برکنار کرد، در همان حال میلیون ها مردمی را هم که برای پیگیری اهداف انقلاب خود به خیابان ها آمده بودند به خانه هایشان فرستاد. جای مردم انقلابی که مراکز دولتی را در محاصره گرفته بودند و میتینگ های پرشور و شوقشان که در آنها از آزادی و عدالت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی سخن میراندند، تانک های ارتش و سربازان دست به ماشه گرفتند. اگرچه دولت های غربی در همراهی با جریان‌های ارتجاع اسلامی در سطح منطقه برای گمراه کردن افکار عمومی خیزش انقلابی مردم و سقوط محمد مرسی را یک کودتای نظامی علیه رئیس جمهوری قانونی معرفی می‌کنند، اما در دنیای واقع محمد مرسی با منطق قیام توده‌ها در روز 30 ژوئن از قدرت به زیر کشیده شد و کودتای ارتش در اصل به منظور جلوگیری از تکامل انقلاب مصر انجام گرفت. ارتش در گام بعدی تلاش می کند از طریق مکانیزم انتخابات پارلمانی ترکیبی از لیبرال های طرفدار غرب را برای کنترل موج دوم انقلاب در مصر به قدرت برساند. اما واقعیت این است که نه اخوان المسلمین و نه لیبرال هایی که به انتظار کسب قدرت نشسته اند، از آنجا که
به حفظ پایه‌های اساسی نظام سرمایه‌داری پایبند هستند، در موقعیت فعلی قادر نخواهند بود خواست‌های جنبش انقلابی مردم را تأمین کنند و اصلاحاتی اساسی در زندگی مردم مصر به وجود آورند. شواهد حاکی از آن است که جامعه مصر پس از سرگذراندن تنش‌های اخیری که جریان‌های اسلامی در این کشور به آن دامن زده‌اند، به دلیل عدم آمادگی ذهنی طبقه کارگر و در غیاب حزب سیاسی متحد کننده و رهبری کننده مبارزات این طبقه، برای یک دوره حکومتی از ائتلاف لیبرال‌های رنگارنگ را تجربه خواهد کرد. حتی شاید با میانجیگری ارتش، قدرت میان جناح‌های مختلف بورژوازی چند بار دست به دست گردد. اما از آنجا که این جریان سیاسی نیز همانند لیبرال‌های اسلامی فاقد ظرفیت و توانایی لازم برای بهبود اقتصادی شرایط زندگی مردم است، از آنجا که دولت‌های امپریالیستی پشتیبان آنها نیز در موقعیتی نیستند که اقتصاد بحران زده مصر را از طریق تزریق سرمایه‌های کلان از باطلاقی که در آن گرفتار شده است نجات دهند، آنها نیز در نوبت‌های بعدی آماج اعتراضات و قیام مردم خواهان آزادی و رفاه قرار خواهند گرفت.